الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو، الو، بچه با بیلی فون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلی فون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کیفیت بالا. بیلی فون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلی فون استفاده کنید. بیلی فون 818-532-5800. بیلی فون. سلام و درود به بینندگان گرامی، دوستان عزیز، رهروان راه برنامه جهان امروز. امیدوارم خوب و خوش و خرم و سرحال و بانشاط باشید. اگر از احوالات این جانبم خواسته باشید، به حمدالله خوبم، تا حالا هستم و امیدوارم که شما هم شاد و تندرست باشید و انقدر توانایی داشته باشید که بتونید به کارهای روزانه‌تون خوب برسید و رقم‌های صفر سمت راست حساب‌های بانکیتون همینطور اضافه بکنید تا حدی که از اون برش بریزه پایین. و از این دعاها که به هر حال نه اون برش میگیره نه این برش، نه نمیدونم تا دنیا دنیاست عمر منو زیاد کن و نه از اون ور عمر منو کم کن، این دعاها هیچ کدومشون برحال فقط به عنوان تعارف میگذره. بنده هم خواستم یه تعارف کوچولو کرده باشم، اما واقعا آرزوی سلامتی و شادیتون رو دارم و تشکر میکنم از اینکه برنامه جهان امروز رو تماشا میکنید از تلویزیون اندیشه. برنامه امروز رو من با همکاری غزاله و سارو روی آنتن بردم و تا ساعت 7 ادامه داره. امروز 28 فوریه هست که 29 آخرین روز فوریه است فردا، و خدمت شما عرضه بدارم که 9 اسفند ما هم هستیم. البته اینا که میگم مال این بخش این ور آبها هست، در ایران و در اروپا این ساعت یک روز گذروندن پشت سر و الان به روز بعد رسیدن. خدمت شما عرضه بدارم که طبق معمول مشکلات فراوان است و ما هم وقتمون کمه و به این مشکلات تا اندازه به صورت مستوره میتونیم بپردازیم تا برنامه بعد که دوباره در خدمتون درد دلی بکنیم و مشکلات رو دوباره بررسی بکنیم. بینندگان عزیز، واقعا در این ناراحتی، این گرفتاری، این تعجب و حیرت، یه دفعه یه چیزایی بیرون میاد که آدم قشقش میخنده. شما ماشین حساب دارید؟ خوشبختانه این تلفن‌های دستی همشون ماشین حساب دارن و دسترسی به اینی که یک عددی رو با یه عددی بخوان جمع کنید، تفریق بکنید، نمیدونم به چهار عمل اصلی و ریاضیات به طور کلی بخوان انجام بدین، هم میتونین از کامپیوتر استفاده کنین هم از تلفن، هم دستگاهی که مخصوص این کار مستقل درست شده. من یک مطلبی خوندم کلی خندم گرفته که میخوام شما هم با خودم شریک بکنم. اگر خبرشو دیدید، اگر همجوری گذشتید، من نمیذارم بگذرید، باید با من روی این مطلب فکر کنید و نتیجه بگیریم که آیا
ما اینقدر بله که اینا هر چی میگن باید گوش کنیم، هر چی مینویسن باید گوش کنیم، در حالی که دولت تمام فشار رو، تمام سعی و کوششش رو داره میگذاره که مردم رو بی خبر نگه داره و اگر احیانا وسائلی هست مثل وسائل ارتباط جمعی، تلویزیون‌های ماهواره‌ای، اینترنت، سایت‌های مختلف، میخواد اینا رو همه رو ببنده که مردم ما مثل کره شمالی که حضورتون عرض کنم که تو خونه هاشون عکس رهبرشون رو میزنن و بعد همینطوری عقب عقب باید راه برن که پشتشون به رهبر نباشه، میخوان این کارو بکنن که اونم نمیتونن. واقعا این پنبه رو از گوشتون بیارین بیرون، یه خود این جمله ها رو گوش کنید، یا شماهایی که نشستید و برنامه ها رو ماموریت دارید ببینید که گزارش بدید، بهشون بگید از قول من سلام برسونید و بگید که حاج آقا یه خورده کوتاه بیان، نمیتونین یه سری کارا رو بکنین، شماها از دستتون در رفته و با زور و فشار و بزن بزن و نمیدونم تک کهریزک و اینا کاری از پیش نمیبرید. شما هر کاری بکنید این جوونا واروشو به شما میزنن و بلدن چه کار بکنن. به هر حال میگم در حالی که دولت فشار گذاشته روی مردم که محروم بشن از اینترنت و از نمیدونم سایت های خبری و این قضایا، گفتن که اگر احیانا شما به اینترنت مراجعه بکنید، ال بکنید و بل بکنید، قوانین و مقررات گذاشتن، جرائم سنگین گذاشتن و نمیدونم زندان و اینا تهدید، ولی از اون ور اعلام میکنن که اینو رژا نیوز نوشته که 32,000 امامزاده با مردم ارتباط اینترنتی خواهند داشت تا زودتر حاجتشون برآورده بشه. توجه فرمودین؟ 32,000 امامزاده. من میخوام ببینم شما این حضرات واقعا چقدر زاد و ولد داشتن، چی کار کردن، چرا هیچ کدوم اینا تو کشورهای دیگه نیستن؟ اینا که جای دیگه بودن، اینا که جای دیگه متولد شدن، اینایی که اصلا نه با ما نسبتی داشتن، نه زبونشون با ما یکی بوده، نه کشوری که زندگی میکردن با ما بوده، چه جوری شده که 32,000 تا ما تو مملکتمون امامزاده داریم؟ به هر حال اینجا آدم باز یاد قاسم میفته و یاد دایی جان که میگفت قاسم دروغ نگو. این دکونای دونبشی که شما نگاه کنید در جای جای این مملکت باز کردن و به عناوین مختلف مردم رو سرکیسه میکنن، فقط گفتم ماشین حساب دارید، برید حساب بکنید سال و ماه و تعداد و اینا همه رو با هم دیگه جمع و تقسیم بکنید، ببینید آیا 32,000 تا چه مدتی میخواد و چند نفر باید باشن که 32,000 تا مثلا فرزند داشته باشن، که اینا همه شون هم اومدن تو ایران ما. اون موقع پناهندگی که نبوده که بخوان بیان جنگ باشه پناهنده بشن، من نمیدونم چه جوری شده اومدن اینجا و همه شون هم یکیه گنبد بارگاه. من توهین نمیخوام بکنم، البته اون کسانی که من این جمله رو میگم میگن چرا این جمله رو میگی، من نمیخوام توهین بکنم، این رو اجازه بدید که من خودم باشم و حرف خودم رو بزنم تا جایی که ضررم به کسی نمیرسه، البته دشمن فرق میکنه. اجازه بدید که من جمله بندی خودم رو داشته باشم، من عروسک نیستم. اگر میگویم که نمیخوام توهین بکنم، واقعا نمیخوام توهین بکنم، به تمام عقاید احترام میگذارم، اما منهای خرافات، منهای کلاهبرداری و حق بازی. خدمت شما عرض کنم که این یک بخشی بود که واقعا من فکر کردم با شما در میون بذارم. 32,000 امامزاده، که این امامزاده ها شما حسابشو بکنید چقدر مردم نذر و نیاز میکنن، چقدر پول تو صندوقاشون میریزن، چقدر از این امام، از این طریق از مردم اینا پول تلکه میکنن غیر از تلکه های دیگه، و واقعا چه سرنوشتی این ملت پیدا کرده.
واقعا چه سرنوشتی پیدا کرده. شما دیدید اون صندوق ها و گونی هایی که پر از پول می کردن، به قول خودشون قبار روبی می کنن هر از چندگاهی از مثلا حرم امام رضا. اگر امام رضا ثانیه‌ای به ثروتش اضافه میشه به دلیل اینکه وقف در اقصا نقاط جهان داره و این موقوفه ها به هر حال اجاره رفته، نمیدونم یه پولایی بابتش داده میشه و نیازی نداره که شما بیاید و توی اون حرم پول بریزید و گونی گونی چمدون چمدون اینها بیان و هر از چندگاهی پول و پول بردارن و برن و معلومم نیست کجا خرج میشه. به هر حال اینها مشکلاتی است که ملت ایران باید بهش فکر بکنه. واقعا امام رضا احتیاجی نداره که شما پول بدید، رشوه بدید که حاجتتون رو برآورده بکن. اگر اونجوری فکر میکنید، من الان باز این جمله رو میگم، مدعی نشه کسی، نمیخوام به شما توهین بکنم، فقط میخوام بهتون بگم فکر کنید یه خورده. اگر ما از این ور میگیم که محسناتی رو میشماریم، اگه قرار باشه که شما پول بدید و یه جنسی رو بخواید بخرین، حالا میخواد این معنوی باشه میخواد مادی باشه، دیگه منتی نداره. اگه شما میخواید پول بدید که چمیدونم دماغ چاق بشه یا چمیدونم کمرت اگه درد میکنه دردش خوب بشه، خب به دکترم میدی اون کارو میکنه، حالا اون درست و غلطش کاری ندارم، پس دیگه منتی نداره. چرا ما اینجوری میکنیم با خودمون؟ نمیدونم، وارد یه بحثی شدم که دلم نمیخواست و متاسفانه این 32,000 امامزاده خود منو واقعا اذیت کرد که هرچی آدم فکر میکنه میبینه روز به روز، به قول معروف سال به سال، دریغ از پارسال، همینطوری داره این مسائل زیاد میشه، همینطوری رمل و اسطولاب و نمیدونم حق بازی و شالاتانی و گول زدن مردم و همینطوری تنها به ایران خودمون در اون مملکت تنها این چیز نیست، در همین امریکاش هم ما داریم میبینیم، در کاناداش هم میبینیم. آقا یه آخوندکی نشسته اینجا که مردک اولا که لفظ میخواد حرف بزنه، الفاظ نمیدونم کثیف هم از دهنش در میاد به اونایی که مخالفه باهاشون، و بعدم میشینه اونجا شروع میکنه من دیشب برای امتحان میخواستم ببینم، این همه مدت ندیده بودم، ببینم بازی همون جوری هست، پیداش کردم، نگاه کردم، باور کنید یک دونه دستمال کلینکس از این کاغذی ها، حالا هرچی بوده اسمش، یه دونه از اینا گرفته جلو چشمش، مثل که یادش رفته بوده دستمال اصلیش هم بیاره. باور کنید، باور کنید، یک آقای اومد اونجا گفت من میخوام یه دونه نوحه نمیدونم چی بخونم. این نوحه رو که گفت میخوام بخونم، این دستمال گرفت گذاشت جلو صورتش. و این آدم یه چیزی هم حدود 23-24 سالشه و انقدرم وقیح و پررو، انقدرم دریده است که آدم نمیدونه اینا رو چی کارشون بکنه. این حق بازار رو متاسفانه باید آدم بشینه تماشا کنه که چطور سر مردم کلا میذارن. این آقا شروع کرد، تا گفت میخوام نوحه بخونم دستمال گذاشت. اون شروع کرد، این هلق هلق شروع کرد شونه ها تکون خوردن و حالا گریه نکن که گریه بکن، حالا گریه نکن که. اقلا حدود 5 دقیقه طول کشید، 6 دقیقه طول کشید و این یه دونه دستمال کاغذی جلو صورتش. و شما نگاه کنید، خود اینا حرفه‌ای هم باید بدونن دیگه، این همه مردم اشکشون رو در میارن، یک دونه دستمال کلینکس در 5 ثانیه اون لرزش و اون حرکت، باید این دستمال خیس بشه از هم وا بره و بعدش هم گلاب به روتون باید آب بینیش هم را بیفته. این آقا 6 دقیقه 7 دقیقه اینجوری کرد و مردم رو گول زد و کلا رو برداشت که اون زیرم می‌نویسه پول بدین پول بدین، دستمال سالم، آقا سالم، اگر شما بگید یک دونه رگ چشمش قرمز شده بود نشده، همون که بود. آخه ببینیم اینا رو، ببینیم، واقعا ببینیم، آخه این چه پولی شما میدین به این آدم های کلا بردار؟ اون یکی میاد نمیدونم آهنگ میخونه، مردم رو سر کار میذاره، میره 4 نفر میبینه، پول میده بهشون، میگه با من مصاحبه کنید بگید که این درسته.
و میرن مردم پول میدن. این امروز به خاطر این حضور این حضرات شده، به خاطر این حضراتی که خب از یک جای اومدن که رمالی استولاب و این چیزا بوده تو ذاتشون، حدیث و روایت و کلا گذاشتن سر مردم بوده، وگرنه ما دیگه واقعا پشت سر گذاشته بودیم، دیگه کسی نمی اومد برای حووش جادو جنبل بکنه مغز مورچه و نمیدونم خاک پای نمیدونم شطور و اینا رو بیارین وردارین پودر کنید و بزین تو چایی اون بدین بخوره و از این کارا دیگه ما نداشتیم. دیگه کسی دنبال جن نمی رفت. الان دوباره اومدن دوباره تابلو میزنن تو روزنامه و مجله و اینور اونور تابلو میزنن، جن میگیرن، نمیدونم تلسم هوو و فلان و بهمان درست میکنن و از این حرفا. خلاصه هموطنان عزیز، بد جوری شما رو سر کار گذاشتن، بد جوری دارن ازتون بهره برداری میکنن، بد جوری دارن بهتون به خردتون توهین میکنن و شما هم سرتون انداختین پایین، گرفتار مشکلات روزمره هستید و برای تأمین چه میدونم زندگیتون میگید خب حالا اون داره حرفشو میزنه. حالا به قول معروف ما یه زمانی گفتیم آقا شما این آقایی که داره میگه ما میریم ایران با 40 تا هواپیما، از اون طرف ما میریم و از اون طرف آخوندا میرن، آخه اینو چجوری باور میکنین؟ چجوری میخواین قبول بکنید که 40 تا هواپیمای مسافر به هواپیما جنگی و فانتوم هم که نبود قربونتون برم، یه عده گردنا همینجوری رگش میزد بیرون، آقا یه کسی میخواد بیاد بره ایران رو نجات بده، شما چرا نمیذاری؟ میگفتم قربونتون برم، آخه هواپیمای مسافر بری یه مش رنجر که توش نمیخوام بشینن، اینا میگن یه سری بیان بریم، اگر ایر فرانس یه دونه بود و یه سری رو برد، اینا میخوام با 40 تا برن و به اصطلاح رو دست اونا بزنن. و بعدش هم هنوز نمیگن آقا هر هواپیمایی از فضای هر کشوری بخواد رد بشه باید اجازه بگیره، اون کشور باید اجازه بده، جواز صادر کنه، قرارداد دارن، پول میدن میگیرن. ولی مردم ما به علت عدم آگاهی از این مسائل که اشکالی هم نداره، لزومی نداره همه چی بدونن، قبول میکنن که بنده بیام یه روزی سوارشم با 40 تا هواپیما برم، از اونور من توی فرودگاه بشینم، از اونور آخون بره. به هر حال میگم هی حرف پیش میاد، اینا رو وقتی که ما میگیم به هر تقدیر یه ذره یه سر و سوزن روش اگر فکر بشه برای اون دسته از کسانی که 100% خودشونو در اختیار این حضرات گذاشتن، یه خورده فکر بکنید ببینید که باور کنید جز به نفع شما نفع دیگه ما نداریم. ما اصلا نفعی نداریم، نه بنده و امثال من میخوام رئیس جمهور بشیم، نه میخوام شاه بشیم، نه میخوام بریم پست و مقامی بگیریم، بنده مثل مرغ میمونم در عروسی و عزا، به هر حال سرمونو میبرن، مغضوب هر حکومتی هم هستم، برای اینکه هر حکومتی باشه بنده انتقادمو میکنم. حالا ممکنه این شانس رو بیاریم در آینده یه حکومتی بیاد که بگه خیلی خوب آزاده، اون وقت یه نفس راحتی میکشیم مثل این کشورهای متمدن، میام یه برنامه‌های قشنگتر درست میکنیم که بتونیم مؤثرتر باشیم. ولی یک حکومت‌های دیکتاتوری هست که اون وقت ما باید در لفافه، در نمیدونم بعد مسافت 11000 و 12000 مایلی بشینیم، چهار تا کلمه حرف بزنیم که حداقلش امیدوار باشیم چهار نفر به گوششون میرسه. خب بینندگان گرامی، دوستان بسیار بسیار عزیز، جایزه اسکار رو هم که مراسمش رو دیدید و انقدر نوشتند و نوشتند که همه شما از تمام قضایا خبردار هستید و حتی کلیپ های پروب لباس این دوستان ما رو هم روی یوتیوب گذاشتن و دیدیم و چقدر خوشحال شدیم زمانی که اعلام شد فیلم ایرانی صاحب جایزه اسکار شده. اما کنار این قضیه من شاهد دارم دوستانی هستن از تو خود همین تلویزیون و جاهای دیگه که صحبت میکردیم راجع به این فیلم، بعضیا
مخالفت غیر تخصصی میکردن، بعضیا موافقت غیر تخصصی میکردن. در یک مصاحبه من دیدم هر دو طرف یه جوری نمیدونستن چی کار دارن میکنن، فقط این یکی میدونست که میخواد مخالف باشه، اون یکی میدونست که باید موافق باشه و موافقت در حل در حد مثلا حزب الله، اینم موافق الله بود. اون یکی هم همینطور برعکس را گفتند و گفتند تا امروز بالاخره اگر حرفی زده بشه دیگه اسکار گرفته شده، نمیدونم همه چی مشخص شده و آدم میتونه در موردش راحت تر صحبت کنه، دیگه چش قره نمیرن با آدم. بنابراین اگر اجازه بدید من در بخش دوم برنامه راجع به این ماجرا صحبت میکنم و قضیه بعدی که ما داریم در مورد نشست سازمان ملل متحد و سوریه هست که جمهوری اسلامی و روسیه و کوبا مخالف قطعنامه هستند، مخالف صدور قطعنامه هستند که حالا راجع به این بحث خواهیم کرد و اسکارم که گفتم صحبت میکنیم و سران جنبش حماس هم سوریه رو ترک کردن به دلیل اینکه گفتن ناامنه. از اون حرفای جالبه که حماسی که خودش باعث ناامنی و جنگ و نمیدونم فلان و بهمان میشه سوریه رو ترک کرده و جالبه که به قطر و مصر رفته. حالا در مورد اینا دونه دونه بنده حرف میزنم و فقط میخوام خواهش بکنم از غزال جان این شماره دو رو اگر میشه تا به آگهی ها میرسیم پخش بکن که برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم. آماده؟ روشنم به خاک خود نوشته ای، به کوه و دشت ها و دره ها و سبزه ها بخوان سرود عشق را، وطن همیشه جاودان بمان. ای سرزمین من، ای سرزمین من. Bye.
بسیار خوب. بینندگان عزیز، من خواهش میکنم ازتون که به برنامه پیام‌های بازرگانی توجه بکنید و برگردیم به بخش دوم برنامه. من هم جواب بیننده عزیزی رو که سوالی داره بدم و در خدمتتون باشم. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو، الو، قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون. دعوتی به جشن صدا و ترانه، به ضیافت پیوند عاشقانه، به دیار خاطره های نامیرای یگانه، نوروز با فریدون فرهندوز. باغ خشکیده را پیام دهید که سحرگه بهار باز آید. دیو شب را امید ماندن نیست، عاقبت صبح ما فراز آید. جنگی از شعر و کلام و موسیقی و سرود، صدای دیروز و نوروز و هنوز، فریدون فرهندوز در آلبوم نوروز. الهی الهی، اگرچه شب فراق تاریک است، دل خوش دارم که صبح وصال نزدیک است. پس دست در عشق زدم هرچه بادا باد. الهی الهی الهی، امسال نوروز را به هم عیدی دهیم. هر جای جهان هستید، گوش سپردن به جنگ نوروز را درست یک ساعت پیش از تحویل سال به وقت محلی آغاز کنید تا فرارسیدن سال نو را با هم و در کنار هم جشن بگیریم. تولیدی از فیلم اکس میدیا. 818-988-44-22. نوروز. علاقمندان به اشیاء و لوازم عتیق و آنتیک، توجه بفرمایید. حراجی بی نظیر از مجموعه نفیس و متنوع از مبلمان و تاپستری، تابلوهای نقاشی، مجسمه های برنز و عاج، آلات موسیقی، شمعدان و لوس، ساعت های رومیزی و دیواری، گلدان، میز و صندلی های آنتیک و بسیاری لوازم دیگر با قدمت چند صد ساله در شهر اورنج برگزار می گردد. شنبه سوم مارچ 2012، مشکل پسندان و علاقمندان به این حراج بی نظیر می توانند با مراجعه به سایت های liveauctioneers.com و donpriestleyauction.com اطلاعات لازم را کسب نموده و یا با تلفن 714-633-2437 تماس بگیرند. این اشیا برای بازدید علاقمندان در محل حراج هر روزه از 9 صبح تا 10 شب آماده می باشند. آدرس 1319 West Castle Avenue, Orange, کالیفرنیا. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو، الو، با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشه. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون.
سلام و درود مجدد به بینندگان عزیز و اون دسته از کسانی که از این لحظه به ما پیوستن. برنامه جهان امروز رو ادامه میدیم با همکاری سارو و غزاله. ما یه سری مطالبی رو در شروع برنامه گفتیم بینندگان گرامی، در مورد 32,000 امامزادهی که در مملکتمون هست، و خدمت شما عرضه بدارم که حرفایی که در دنباله اون با هم دیگه داشتیم، حالا اونهایی که تازه رسیدن به ما در این برنامه، اگر میخوان که قبلیارم بدونن، میتونن که فردا صبح برن در فیسبوک بنده، در صفحه فیسبوک یا در سایت تلویزیون اندیشه اون نیم ساعت قبلم دوباره ببینن و بشنون، یا نمیخوانم که از همینجا تا آخر برنامه در خدمتون هستیم. و من معمولا بعد از اینکه آگهی ها تموم میشه یک چند دقیقه اشاره میکنم به دوستان عزیزی که به ما زنگ میزنن و نظراتی دارن و صحبت میکنن، که البته میخوام یک خواهشی بکنم از اون دسته از عزیزانی که یک سری برنامه ها رو، یک سری کلیپ ها رو، یک سری طنز ها رو در ایمیل یا در فیسبوکشون میبینن، اینها رو یه خورده توجه داشته باشن. وقتی که میخوان به من بگن، بدونن که ما اینو پخش کردیم یا نه. اگر مشتری برنامه من هستن، اگر که برنامه جهان امروز رو میبینن که طبیعتاً در جریان هستن، ما یه سری برنامه ها کلیپ ها رو پخش میکنیم. یه مثلا 10 روز دیگه میبینم که بعضی از دوستان میفرستن و میگن این قشنگه، میتونین شما تو برنامه تون بذارین، یا تو ایمیل یا هر جا. یه خود وقت آدم رو میگیره. البته من خوشحالم، سپاسگزارم که ارتباط رو برقرار میکنید، ولی سعی کنید که یه چیزای تازه تری رو بفرستید که من بتونم ازش استفاده کنم، هم دوستان دیگه لذتشو میبرن، خوشحال خواهند شد، هم من خوشحال میشم که دوستی کمکم کرده، هم شما خوشحال میشید که تونستید یک در این مسیر با من همراه باشید و قدمی با همدیگه برداریم. بر تقدیر این هم یک مطلبی بود که میخواستم خواهش کنم ازتون. سعی کنید تا اونجایی که امکان داره تازه تر باشه. مثلا یه سری هستن که احیانا امسال یه تصویری میاد، یه مطلبی میاد، میذارن، ما هم که عادت نداریم پاک کنیم، ما همش نگر میداریم، همش نگر میداریم. یک سال دیگه میرن یه گشتی که میزنن، از یه چیزای خوششون میاد، دوباره اینا رو میفرستن برای دوستانشون. به هر حال اون دیگه اختیارش با خودتون، حالا کاری من ندارم به اون ماجراها. خب حضور شما عرض کنم که من داشتم یه نگاهی به این اتفاقات یک سال گذشته منطقه مینداختم. واقعا دیدم چه بلبشوی شد، چه گرفتاری شد. الان هر جا رو نگاه میکنید این مردم آمدند و زدند و سوختند و همه این کارا رو کردند، و یه جوری شده که معلوم نیست به کجا خواهد کشید، معلوم نیست که آدم کی میتونه اظهار رضایت بکنه از این تغییرات. و امیدوارم در مملکت ما اگر حرکتی میخواد انجام بشه، باز هم حرکت کور نباشه، یه مقداری فکر بیشتری تو این زمینه، همکاری، همفکری، مشورت، این رو در نظر داشته باشن، که باز دوباره نگیم هر کس آمد بهتر از این هست و مشکلات دیگری رو بخوام تجربه بکنیم. به هر حال منطقه اینطور نشون داده که تونست به خاطر یه نزدیکی که با اون ورداره و یه مقداری فرانسوی ها روش تأثیر داشتن، اینا خب یه بحثیست. اما شما مصر رو نگاه میکنید، لیبی رو نگاه میکنید، و عاقبت حکام اونجا رو نگاه میکنید، قذافی و نمیدونم آقای مبارک و اینا رو نگاه میکنید، میبینید که خب عاقبت بسیار بدی بود و عبرت انگیز برای دیکتاتورهای دیگه. اما از اون طرف هم مردم به اون چیزی که دوست داشتن هنوز نرسیدن،
هنوز نشون میده که راهی رو باید بپیماین تا برسن به اون مرحله. امیدوارم که مردم ما، جوانای ما به خصوص، این حرکت ها رو ازش تجربه بگیر، ازش یه مقداری تجربه کسب بکنن و در آینده اگر میخوان قدمی بردارن که حتما مطمئنم این کارو خواهند کرد، به حد اقل اشکالات بر بخورین. به هر حال تا اون روز ببینیم که چه خواهد شد و نوبت کی هست، با توجه به اینکه روز جمعه 12 بهمن ماه میدونید که انتخابات هست و این انتخابات هم خیلی جالبه که باز سر و صدای راه انداخته و همینطور همه بهش مشغولن. اگر احیانا اون زمان دو گروه بودن، دو جناح بودن، اصلاح طلبا بودن و اصولگراها، به دلیل اینکه اصلاح طلبا کنار کشیدن و قاطی نشدن، اصولگراها مجبور شدن سه شاخه شدن و این سه شاخه ظاهرا با هم مبارزه میکنن، اما از اون طرف یکی از شاخه ها رو خدمتتون عرضه بدارم که به احمدی نژاد مربوط میشه، همینطور میکوبن و مثل اینکه تصمیم گرفتن به هر تقدیر احمدی و اوان انصارش رو از دور خارج بکنن. ولی احمدی هم از این بیدا نیست که به این بادا بلرزه. از قرار معلوم مثل اینکه یه وضعیتی داره که حالا مدرک داره، نمیدونم، هر چی که هست ایستادگی میکنه و اینها همه سوالاتی است که چطور میشه اینطور میشه. حضورتون عرض کنم که بینندگان گرامی، مسئله انتخابات خیلی جالب بود که برای بیرون اومدن از صندوق های رای، خب ما نمیدونیم کیا بیرون خواهند اومد، اما الان فقط دعوا و مرافع این هست که بخواهند هر کدوم از رقبا اون یکی رو از دور خارج بکنن، از اون ور به همدیگه میپرن، از این ور میگویند که این بایستی خیلی خیلی مفصل برگزار بشه، در سطح جهانی ما باید نشون بدیم که در مملکتمون انتخابات هست و مردم ما رو دوست دارند و فلان و فلان و فلان، که الان این قضیه ما رو یاده این دو سه تا جناحی که همش به یه جا مربوط میشه، ما رو یاد حزب رستاخیز میندازه که هی گفتیم که آقا چرا یه حزبی، چرا یه حزبی، الان بدون که اعلام بکنن همون جوری شده، همه به طرف رهبر هستن و همه سرسپرده رهبر هستن و منتها این پایین خودشونو سرگرم کردن و خوشبختانه اون کسانی که باید از صندوق بیان بیرون، بیرون خواهند اومد. بینندگان گرامی، اما ما اینجا نمیتونیم بشینیم و بگوییم که آیا رأی بدهید یا رأی ندهید. من یه خود سر گفتن این جمله مزمزه کردم که ببینم الان چه گروه هایی میخوان از من ایراد بگیرن و میخوان با من مخالفت بکنن. واقعا ما نمیتونیم، عزیز من، دوست گرامی، هموطن من، ما نمیتونیم اینجا بشینیم در امریکا و بگوییم که جوانان، خانوم ها، آقایان، هموطنان در ایران نرین پای صندوق های رای. ما نمیتونیم. اونجا انقدر مردم آگاهی دارن، انقدر خرد دارن، انقدر شعور دارن که خودشون تشخیص بدن که چه کار باید بکنن. برای اینکه ما که تو محیط نیستیم که، ما نمیدونیم اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد، اما اونا میدونن، اونا تشخیصشو دارن، میدونن که این کار به چه صورتی انجام میشه. اما اونها رو ازشون یه خواهش دارم، بررسی بکنن که در این 33 سال که تقریبا 30 انتخابات ما برگزار کردیم یا اونا برگزار کردن در مملکت، چه دستاوردهایی ما از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشتیم.
من همینطور که میگم نمیتونیم، اجازه نداریم اینجا نسخه بنویسیم تعیین تکلیف بکنیم، این سوالم به من اجازه بدید که مطرح بکنم. 30 انتخابات در این 33 سال انجام شده، فقط ازتون خواهش میکنم بررسی بکنید که دستاورداش چی بوده در زمینه اقتصادی که داریم میبینیم. حی و حاضر با اختلاس و فلان و بهمان و همه اینا که توام شده به جای خودش، در زمینه های سیاسی که داریم میبینیم که چی از این بهتر، واقعا انقدر عالیه که همونطور که ادعا میکردن کشورهای دیگه باید بیان رؤساشون یاد بگیرن از اینا. در زمینه های اجتماعی، خب آسیب های اجتماعی، فساد و اعتیاد و این همه مشکلاتی که هست، من نمیخوام حالا دونه دونه بشمارم، این هم مال اجتماعی. فرهنگیش هم که از نظر این آقایونی که مذهبی هستن و ملی مذهبی به قول معروف، از اون بر یک سری حرف و حدیث دارن برای اینکه بگن از طریق مذهب همه چی میتونه حل بشه و فرهنگ و هنر و همه اینا رو وصلش میکنن به اون قضایا. ببینید اونا به کجا رسیدن، اونا چه کردن، چه دستاوردی اونا داشتن. من فقط این رو ازتون سوال میکنم. این خبر رو هم دارم که بعضی از عزیزانی که به من لطف دارن بعضی مطالبی رو که فکر میکنن قابل بحث هست در خلوت خودشون 3-4 نفری که جمع میشن میشینن و راجع به این مسائل صحبت میکنن که چقدر خوشحالم، واقعا چقدر خوشحالم. و یک گله کوچیکی هم میکنم از اون دوستانی که حالا یه دفعه یادم اومد، خوشحالیم بدحالیم هم یادم اومد، از اون دوستانی که فکر میکنن که حسن خیاط باشی مثلا در تلویزیون کار میکرده و برنامه درست میکرده و فلان و بهمان، حالا اومده سیاست باز شده یا همچین مسائل. دوستان عزیز، من اون موقعی که کار میکردم در تلویزیون، در همون زمان که شماها سنتون قد نمیده یا به دنیا نیامده بودید یا اومده بودید بچه بودید که امروز این صحبت ها رو میکنید که من هنوز مرکب ویزام خوش نشده سیاست باز شدم، نازنینا عزیزان من قربونتون برم، من سیاست باز نیستم و هیچ ادعای سیاست مداری رو ندارم، اما در همون زمانی که جوان بودم و جوانای همسن خودم به کارهای دیگری میپرداختند و خوشگذرونی میکردند، من کاری رو که میکردم آب و رنگ سیاسی داشت و اگر امروز امکان اجرای اون برنامه ها نیست و من تشخیص دادم که در این زمینه میتونم یک قدمی برای مردم بردارم، این رو اجازه بدید، اجازه بدید من این قدمم رو با عشق بردارم که برمیدارم. به هر حال نمیخوام زیادی صحبتی بکنم و امیدوارم که منو ببخشید، گاهی اوقات دلم میشکنه بعضی مسائل رو که میشنوم و میخوام ازتون یه خواهش بکنم. اگر غزاله آماده باشی برای شماره 1، میخوام ازتون خواهش بکنم با هم باشید. اگر قرار باشی که قسمت قسمت باشید و هر کدوم یک سازی بزنیم و هر کدوم یه خواسته‌ای داشته باشیم، استفادهشو جمهوری اسلامی خواهد کرد. بیایید با همدیگه دست اتحاد بدید، بیایید با همدیگه بعد از 33 سال این جمله مرتب داره تکرار میشه، دست از این برداریم که همدیگه رو دفع بکنیم و همدیگه رو جزامی حساب بکنیم، این پیش اون نشینه اون پیش اون نشینه، با هم باشیم. و حضورتون عرض کنم که اگر این کاریکاتور رو نگاه کنید چقدر گویاست و میتونه، غزاله جان این کاریکاتوری که شماره 1 هست ببینید، وقتی که اتحاد نباشه از 4 طرف یک چیزی رو میکشن چه خواهد شد؟ این فشارها خونسا میشه، اما وقتی با هم متحد میشن از یک طرف میکشن، هر چقدر هم درخت تنومند باشه میریزه. فقط آخرش رو مواظب باش که چیز زود تموم میشه، این رو نگه داری غزاله جان، اینو میبینیم و برمیگردیم.
اگر نیست من ادامه بدم. به هر حال تشکر میکنم غزال جان. الان حضور رو درست کنم که ما چند دقیقه وقت داریم؟ چقدر؟ 4 دقیقه؟ 2 دقیقه. 2 دقیقه الان. به هر حال حضورتون عرضه بدارم که انتخابات رو براتون گفتم و ماجرای سوریه و اینا رو هم که براتون مطرح کردم. راجع به اسکارم فقط به مطالب کلی نمیپردازم، فقط به یک جمله ای چون وقتمون کمه. رئیس سازمان سینمایی کشور با ارسال پیام تبریکی به فرهادی تاکید کرده که قضات یا قضاوت آمریکایی در مقابل فرهنگ ایرانی سر تعظیم فرود آورد و رای دهندگان آکادمی در مقابل لابی صهیونیستی که بر طبل جنگ میکوبند واکنش متفاوتی نشان داد. البته نگفتن از کی ترسیده و این ترک آغاز فروپاشی استیلای لابی صهیونیستی بر جامعه و همه نهادهای آمریکایی است. آخه قربون شما برم. مرسی غزال جان، این شکلاتی است که جوانها پخش میکردن زمانی که خبر دریافت جایزه اسکار پخش شد و این آقایون هر چیزی رو میخوان به سیاست تبدیلش بکنن و این مسائلی که میگن آخه قضات سر تعظیم فرود آوردن، اینجا قضات در هر زمینه قضاوتشون رو بر اساس وجدانشون میکنن. حالا همه جا هم ممکنه زد و بند باشه، اما نه به اندازه کشور ما که سفارش بدن و هر کاری رو بخوان عوض بدل بکنن و هر چی دل خودشون میخواد از صندوق رای در بیاد. هم چی قضات اومدن سر تعظیم فرود آوردن، بابا کوتا بیان پیادشیم با هم را بریم. من دیگه وقتتون رو نمیگیرم، نمیدونم چرا الان به من گفتن که تموم کنم برنامه رو. به هر حال تا درودی دیگر، بدرود. الو، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ها چطور بودی؟ بهتر شدی؟ خسته یا چته؟ شنفتم چی کارا میکنی؟ پدر جان چی کار میکنی؟ خوبی؟ الو قطع شد. با بیلیفون صحبت کنید تا قطع نشید. بیلیفون 818-532-5800، اتصال سریع، قیمت پایین، کفیت بالا. بیلیفون، برای ارتباط با عزیزانتان در راه دور از بیلیفون استفاده کنید. بیلیفون 818-532-5800. بیلیفون.